صبح که شد نمیدونم ساعت چند بود، یکی میگفتش که بلند شو دیگه، بلند شو، مگه تا ساعت چند میخوای بخوابی؟ خوابم میاد، بلند شو تا لنگ زو نخواب، بلند شو برو صبحانه. بلند شدم دیدم هیچکی دورم نیست، خدا کی بود من از خواب بیدار کرد؟ بعد تازه فهمیدم که این صدای شکم خودم بوده که از گرسنگی من از خواب بیدار کرد و هی میگه برو صبحانه برو صبحانه. رفتم به صبحانه به رستوران و مثل روز قبل دیدیم که انواع میوه های گرمسری مثل آناناس و مانگو و البته هندوانه خیلی خوشمزه هم اونجا بود، فت و فرهون بود و البته خب غذاهای دیگه، ولی بهترین غذا برای من هیچ چیزی بهتر از هندوانه خوشمزه اونا و میوه هاشون نیستش. فقط یک مشکل بزرگ هست، اصلا چای پیدا نمیشه، اصلا همش قهوه قهوه قهوه، چای سبز هم هست ولی واقعا من که عادت دارم چای بخورم مشکل داشتم، بازم قهوه مجبور شدیم برای صبحانه استفاده کنیم. بعد از صبحانه راهی فرودگاه شدیم به شهر کویابا. خیلی طولانی نبود، حدود 1 روز 20 دقیقه بیشتر راه نبود، ولی اونجا که استیم طبق معمول اون کسی که قرار بود دیرتر حاضر بشه و تأخیر کنه دوباره بس نمیده، نمیخواد معرفیش کنم چون دیگه عادت کردیم از بس که تأخیر کنه و مشخصه که چه کسی باید به بستنی بخره، نیاز به فکر کردن نداره، خودش رفت و بستنی رو سفارش داد و گرفت. در فرودگاه بعد صف بستنی به طور ناگهانی متوجه شدیم که در سالن مردم به جایی که گوشیاشون رو برن یه جا بزنن شارژ بکنن، یه وسایلی هستش که پورتابل 4 تا پریز در داخلش قرار گرفته و با دستشون میگن میان سر صندلیشون و گوشیشون رو میزنن به شارژ. چه کار جالبی، سیماش از کف رد شده بود و به این ترتیب دیگه هیچ کس نیازی نبود به یه گوشه جمع بشه که میخواد گوشیش رو شارژ کنه و یا نگران گوشیش باشه که اونورتر گذاشته، هر کسی یه جای که نشسته بود همونجا گوشی یا دوربینش رو شارژ میکرد. آفرین به این ذهن فعال که همچین کار ساده و خوبی رو در اونجا انجام داده بود. زمانی که پرواز میخواست انجام بشه برخلاف همه شرکت‌های هواپیمایی بزرگ مثل امارات و قطر که من دیدم اول بیزنس کلاس ها رو سوار میکنن و بعد افراد دیگر رو، بلندگو اعلام کرد اونایی که رو بلیطشون حرف A درج شده بیان سوار هوا بشن. حرف A مال کسانی بود که بالای 60 سال دارن یا کودک هستن و یا بیمار هستن و معلول. این گروه اولویت داشتن بر کسانی که حتی ویتی بیزنس کلاس داشتن و برای من خیلی جالب بود این نکته. قبلا گفته بودم که مسیر هواپیماها در برزیل به صورت رفت و برگشتی نیست، به صورت سریال ماننده، یعنی یک هواپیما از شهر میاد به شهر دیگه، اونجا تعداد مسافر پیاده میشن، تعداد دیگه مسافر سوار میشن و البته کادر پروازی هم تغییر میکنن، حتی خدماتی هم بعضا تغییر میکنن و میره باز یک مسیر دوم. فکر کنین مثل ایران تهران بیان به مشهد، تعداد مسافر پیاده شن، تعدادی مسافر بیژن سوار شن و باز بقیه مسیر بره بیژن، باز از بیژن بره به چابهار، از چابهار بره بندرعباس. در واقع این کار کمک میکنه به اینکه تعداد مسافر بیشتری رو در پرواز داشته باشن و پرواز خالی حرکت نکنن. برای همینم وقتی از زمانی که از ریو میخواستیم بیایم به شهر کویابا، خاطرتون هست که ما اول رفتیم ساو پائولو و از ساو پائولو اومدیم به کویابا. الان هم همینجوره، از کویابا مستقیم نمیریم به مرکز استان آمازون شهر مانوس، اول میریم به شهر کوچیکی دیگه و بعد از اونجا دوباره با یک 40 دقیقه تا 60 دقیقه توقف پرواز دیگه خواهیم داشت به مانوس، پرواز 2 قسمتی. هدف ما در مسیر اول شهر تف در غرب آمازونه. در طول پروازی که داشتیم آسمان آبی رنگ و ابرهای تیکی تیکی پراکنده تمام ذهنمون رو مشغول کرده بود به عکس گرفتن و فیلم گرفتن از طبیعتی که در زیر پامون بود. در وسط راه وقتی برای پذیرایی اومدم با خوشحالی گفتم که چای میخوام، ولی بعد گفتن که چای نه، متاسفانه چای نداریم، قهوه و چند چیز دیگه داشتن که باز هم به ناچار قهوه خوردیم. ای چای کی من میتونم به تو برسم؟ توقفمون در شهر تف چندان به درازا نکشید و در همین مدت کوتاه به سرعت دیدم خدمه اومدن تمام صندلی ها رو تمیز کردن، کف راه راه تمیز شد و همه چیز رو به نظم و ترتیب اولیه دوردن برای مسافره جایی که میخواستن سوارشن.
سرعت کارشون اینقدر زیاد بود که فکر نمی کنم اینا کارمندای دولتی باشن. بعضا میشید یه شرکت خصوصی عهدهدار همچین مسئولیتی باشه، چون به سرعت ظرف چند دقیقه هواپیما کلا تغییر ظاهر داد، خیلی سریع و فوری. و وقتی مسیر حرکتمون رو به سمت مرکز استان آمازوناس شروع کردیم، همش تو فکر جایی بودم که میخواستم برم، جایی که بزرگترین جنگل بارانی دنیا درش قرار گرفته و بیش از 50% کل جنگل‌های بارانی دنیا در همون منطقه است، آمازون. میخوام بگیم وسعتش چقدره؟ 5.5 میلیون کیلومتر مربع، یعنی 3 برابر وسعت کل ایران، یک جنگل یک تیکه بزرگه. بی خود نیست که میگن آمازون 50% اکسیژن کل دنیا رو داره تولید میکنه. بی خود نیست که میگن آمازون ریه زمینه. بی خود نیست که میگن آمازون شاهکار خلقت خدای مهربونه. 5.5 میلیون کیلومتر مربع جنگلی که دست بزرگ وسیع و البته در درون خودش رودخونه ای داره به طول 6500 کیلومتر که به اندازه 10 رودخانه بزرگ دنیا در یک جا آب داره، رودخانه آمازون. واقعا دیدن این رودخونه و این جنگل از آرزوهایی بود که از کوچیکی با خودم داشتم و خوشحالم که دارم به این آرزو میرسم. آمازون، میام به دیدنت. وقتی به مانوس رسیدیم، اولین چیزی که برای من عجیب بود، مثل شهر ریو که رسیده بودیم، مثل شهر کویابا، تعداد زیاد هواپیماهای فوق‌العاده تمیز و صفر، باور کنید حتی یک سال هم نظر نمیسید اینا کار کرده باشن، از شرکت های ایرباس و بوئینگ اینقدر زیاد که اگه بخوام کل کشور برزیل رو بسنجم مطمئنم بالای 300-400 تا شاید باشه. فقط در شهر مانوس بر روی زمین بیش از 10 تا از اینا بودن. همین هواپیمایی که ما الان یک دونه از اونا تحویل گرفتیم اینقدر شوق زده شدیم، ولی فت و فراوان در اونجا بود. اون روز نمیدونستم چرا، ولی واقعا برام جالب بود. و لحظاتی بعد وقتی در سالن تابلوی ژراتور رو دیدم، فهمیدم که طبق قرار راهنمای محلی اومده دنبالمون و خوشحال از آشنایی با اون. جلوتر رفتم و اونم گفتش که شما حمید آقا هستین؟ و گفتم بله، و آغاز آشنایی با راهنمای جدیدمون شکل گرفت.